با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. حدود 2-3 ساعت با سید آقای صحبت میکردم. خوشبختانه کمتر مغرض بودن، اما برایشون عجیب غریب بود بعضی مسائل که اتاق فکر شما ممده چند نفر هستن، چند نفر بهشون همراهی میکنن، این مطالب از کجا میاری؟ خب دو تا شما مثل استاد دانشگاه هستن، خیلی سال یکم بازشسته یکم فعال هستن و بیا راز کارت اون بگو و به ما بگو که تنه از کجا مطلب میادی. مطلبی که راجع به بحث تکامل رو عنوان کردی گفته بود، ولی اینجا کامل نگفته بودی و ما اینا رو کاش زودتر میدونستیم. گفتم نه الان دیر نشده، ولی چرا زودتر نگفتی؟ گفتم آها، چرا زودتر نگفتم؟ من باید بذارم اول که وقتی سر کلاس میرفتم یه درس رو میکردم جور رفتار میکردم که منم همسر شما هستم، یواش 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 بچه ها می آوردم بوجه باید برسه، باید اثبات می کردم که من اینو می دونم، اونو می فهمم، اینو درک می کنم، اینو بلدم. ولی روز اول می گفتم که خب دیگه فایده نداشتم. الانم بعد چند سال که من نشستم پای کامپیوتر پال تاک، من روزی گاه حدود تا 2000-2500 تا ایمیل می زدم و تو پال تاک بودم، صفحه شنوا و خیلی جاهای دیگه نشترم. الان به اونجایی میرسم که حس میکنم وقتش هست بعضی حرفا زده بشه. من یه روز تو صحبتام گفتم من خود تعریف از خودم میکنم، یه روز به تعریف ندارم، ولی میخوام به شماها بگم که شما بر اساس صحبتهای من، بر اساس صحبتهای من بهتون میکنم، دلایل منطقی که بهتون میدم بتونید با منطق و بچه هاتون برای آیندگان برای رو صحبت بکنید. به محض اینکه بشه صحبتی میخوام راجع به بحث تغییر وضعیت دادن، به محض این چیزی یه رفعی کار خاص بکنم، میگه تو به این دلایل تو شکست میخوری. خیلی ساده است، پیچیده‌اش نمی کنیم. خدمت شما ارزم که بله، چرا دوتا گفتم دوتا باید الان میشه به اینجا میرسید که اکثر حرفایی که زدم درست در اومد، شاید تأخیر داشت درست در اومده، چون اصول رو میدونم، چون قواعد بازی رو میدونم، چون چیزی که هست تا در تاریخ بوده هست و اتفاق افتاده. پس وقتی اتفاق افتاده این چرخ میچرخه مرتب. اگه من حرفی رو میزنم راجع به زنها این کار میکنند و امشب بازی مقدار صحبت خواهم کرد براتون، این در هیچ دانشگاه به شما درس داده نمیشه، این در هیچ گوگل موگل نیجه نیست. من معلم خودم هستم و جامعه هم معلم منه. من پای حرف همه میشینم. من اسم مستعار من شنواست. شاید داره به کسی بدبیرا میگه، ولی من توش چیزی به درد بخورش در میراسه خودم که بتونم تقدیم شماها بکنم، این افتخار منه. بعد زمان فعالیت هم بیشتر بود، اصلا هر بچه ها داشتن، نظری داشتن، انتقاد داشتن، من به شازدهیت میفرستادم، جمله به من فرستادن که من گذاشتم تو کانالای برای خوندم، دوباره میخونم بهتون بعد ادامه صحبت میدم. بگذارید برداشون گفتم اینجوری میگن اونجوری میگن، این حرف میزنم اون حرف میزنم، بعد من فرمول دادنشون به من فرمول دادند، گفت این راهشه برو، که منم رفتم یه چیزی میدونستم به دست آوردم، به من راهکار دادن، من شاکرین به من دادن. نوشتم خطاب من نوشتم بگذارید مردم حق طلبی را بیاموزند تا حق خودشون طلب کنند، این راه به صورت طبیعی بدون برچسب سیاسی پیش میرود. یک کلام از حرف شاده بارکنی نکرد، این جملاتی که برای من میتر هست. خیلی زود است برای سیاسی شدن، مگر آنکه بخواهیم آن را در نصف خفه کنیم. من فکر میکنم خواست شما چنین نیست، موفق باشید. خب ببینید، این وقتی شاده میاد اینو میگه به من و این راهکار رو من میده، اگه چیز داری برو بکن، این راهکار این هست. و من خب قبلش میدونستم یه مسئله تو بعد به حرفشون زد که کاری بکنم، کارم آگاهی رسونی بود. حالا این آگاهی رسونی و اعتراضی چه کار میکنه؟ حرفی که ناپلئون میزد، حرفی که هیتلر میزد، او اگه مردم آگاه شدن دیگه نمیشه کارش کرد. حالا ببینید چقدر ظریف و قشنگ من به اینجا میرسونم این مسئله رو برای شما و یک یادگاری براتون میذارم. ببینید وقتی که مثلا میگم آمریکا نابود میشه، حکامش اونجا اروپا میشه، نه به خاطر همه تغییر وضعیت دادند،
وقتی من میگم حکومتی ما اینجوری هستن اینجوری هستن اینجوری هستن، حکومتی 600-700 سال کار شده سر کار بیان، اما تغییر وضعیت دادن و من میدونستم اون محکوم نابودی هستن. اما اولش هم میدونستم من آدم نیستم تغییر رنگ داشتم، نه دوستان هنوز هم هستن از زمان بود 40-50 سال پیش، این گفتم اینا به جایی نمیرسن. حالا تغییر وضعیت این چی؟ من چند بار از سرطان صحبت کردم، دیشب از اید صحبت کردم، میخوام اون موقعیت و وضعیت حکومت دستون بیاد تا قدرتتون بیشتر بشه، توانتون بیشتر بشه و اونا تضعیف بشن. شد. سرطان دوستان که خطرناکترین بیماری فعلا در قرن در مخیل است، خیلی ساده است. گفتم خلاصش میکنم، اونم که چند باشدن ببخشید برم به بزرگواری خودتون ببخشید، من باید بگم که تا نتیجه‌گیری بکنم گذشت خسارت بزرگ من ببخشید. سرطان اینجوری وجود میاد، ما در دنیا گیاهان داریم و حیوانات، تمام کار گیاهان گرفتن کربونیک دادن اکسیژن هست، کار حیوانات انسان و امثال هم گرفتن اکسیژن و دادن کربونیک هست، تبادل انجام میشه. پس انسان موجودی است که سلولاش همه حیوانی هست، یعنی گرفتن اکسیژن دادن کربونیک. سرطان از یه وجود میاد که به هر دلیلی یک تعداد از سلولای ما تغییر وضعیت بدند، یعنی از حیوانی به گیاهی تبدیل بشند، دوربرشون پر چیز دیگه کربونیک، حال میکنن میان بالا. وقتی که این حالت اتفاق میشه سرطان. پس تغییر وضعیت سلول در بدن میشه سرطان. این سرطان یعنی این. و هر مریضی هم هست همینطوره ها، که حالا داستانش دیگه میخوام برگردم به این حرفی که هست. وقتی من ببینم خانومی با من مشورت میکنه فعلا میخوام برم خواستگاری دوست پسرم، میگم این کارو نکن شکست میخوری. آقا من دلیل بود خودم گفتم این تو سرطانی میشی. براش باز میکنم. آخه قبول نکرد. 97-8 درصد افرادی که تغییر موضوع تغییر وضعیت میدن کاری باید اینا بکنن اونها میکنن و برعکس اینجا این میشه سرطان و آخرش هم نابودیه. شک در قصه نیست. در هند 1.2 میلیارد جمعیت این کشور که نصف زن هستن سرطانی هستند، چون زن میره خواستگاری مرد. اگر در هند درست بشود کار فرنگزاده بشود که خیلی سخت میدونم این کار بشه، هندگی کسافت این فلاکت نیست. او زنی که زندگی رو میسازه، کشور میسازه، شهر میسازه، جامعه میسازه، زن آویزید مرده. 4-5 سال اول که ازایی کتک میخوره، از همه کتک میخوره، هرچی جهاز ببره بازم توی سرش میبره. خب زنی که بره خواستگاری یک مرد ذلیل و علیله، هرچی مرده بود به چشم. من نمیدونم از کجای فرهنگ تو اینا اومده، ولی اومده. 1.5 میلیارد جمعیت 750 میلیونش زن هستن. 99.92% این زن ها علیل و ذلیل هستن، برای همین هر زندگی تن در میدن، کلاس خون ازدواج میکنن، کلاس خون بچه میکنن الاخر. این تغییر وضعیت داره زنه. این از کجا آمده من نمیدونم، پیشش وقت نکردم بگردم. حالا اگر دختری برای خواستگاری پسری میشه سرطان، اگر مسئولی که کارش چیزی نیست برای سر اون کار بزنن این میشه سرطان. این میشه تغییر وضعیت دادن. آقای روحانی تو کار روحانیت نه کار مدیریت، تو کار نکردی میشه سرطان. وقتی شد سرطان چه اتفاق میفته؟ آگاهی رسانی و اطلاع رسانی به مردم و به این سلوه اطلاع میفته سرطان. الان اونایی که مرز به تو قول دارم باید برای سرطان به تو خواهم گفت، اگر ما بیاییم به سلولهای بدنمون بگوییم آقا این سلول تغییر وضعیت داده، این خطا کرد، بلافاصله در آن واحد همون جا همون لحظه، حالا آگاهی دارم چند نوع هست که به سر فرصت خواهم گفت، اگر همون لحظه اتفاقات همون لحظه سلولایی که سرطانی هستن میترسن جمع میشن، سلولای دیگه ای عجب پس اینا مهمان ناخنده بودن، پدر سوخت رو بودن اینجای شروع بازی رو در بودن و در بارا نابود میکنن، اینا قوی میشن در عرض چند ثانیه. اون سرطان از بین نمیره، سرطان هیچ وقت از بین نخواهد رفت، ولی تضعیف میشه، میره یه گوشه میتمرگیه برای خودش. وقتی من میگم جامعه باید آگاه بشه، یعنی همین، یعنی اونایی که تغییر وضعیت دادن، به بعضی من میگم آقا تو این نیست، تو اون نیست، موجود اون نیست، اینجوری میگم اونا میترسن، میلرزن، به ظاهرشون نمیدن ولی میترسن، چون تغییر وضعیت اونها دادن. اونها از این جس، از این قشت و از این متا نیستند، اونها موجودی هستن که
وضعیت رو عوض کردم، از حیوانی به گیاهی تبدیل شدم و جایگاه پایگاهش اینجا نیست. اگه بهشون رو بدیم بترسیم بلرزیم، از مریضی بترسیم بلرزیم، اونا پروتر میشن. و جالب اینه که آخر کار وقتی که صاحبش از بین رفت خودش از بین میره. الان در دنیا سرطان عمیقه، مسئولین مملکت ها اکثرشون مافیا، اکثرشون این کوفت زهرمار ها اینا هستند و متاسفانه همشون محکوم نابودی هستند. الان چطوره آلمان؟ ببینید دوستان، میتونید خوب دقت کنید، آلمان، انگلیس، اسپانیا نه زیاد، ایتالیا نه زیاد، برای کشورهای اروپایی که این صنعت دنیا هستن، این هوای دنیا رو میسازن، این کارهای تکنولوژی نو رو میسازن، بپرسید چند درصد از شما سوار هوا ماشین تومرتون. توی اروپا 1-2% این افراد، اون هم کارمند جایی هستن سوار هوا میشن، هوا رو میسازن برای کشورهای دیگه، بهرش اونها میبرن. تو خونه های 15-16 متری، 30 متری، 25 متری، 40 متری زندگی میکنند. اون چیزی که میخوان نمیتونه استفاده بکنند، همیشه آویزون هستند، چون تغییر وضعیت دادن ارباباشون، رئیساشون، اینا هم تحت تاثیر اونها هستند. برای آگاه بشن، آقا من تکنولوژی میسازم، این آقای فلان میسازم، فلان میسازم، خودم نباید سوار بشم، نمیتونی سوار بشی، شرایط جوری میکنه تو همیشه اسیر باشی. این آگاهی رسانه این کارو میکنه برای ما و شما. خیلی حرف زدم اما بعد دوباره صحبت خواهم کرد، چند خبراتون میخونم. خب شاهزاده رو شاهکار کردن واقعا صحبتاشون، جلساتشون دیگه، دنیا اومده این طرف میفهم، یعنی میدی مردم ایران، زنهای ایران، بعد مردهای ایران دنیا رو در عمل انجام شده قرار دادند، حالا مجبورند، هیچ ترفندی هم نمیتونن بزنن، هیچ کار نمیتونن بکنند. تمام اونایی که تغییر وضعیت داده بودن همشون به هم ریختن، گیج شدن همشون. اروپا همینطور الان، اروپا بار چیزی بارشون نیست. ما اگه دارم اینا میگم، اونا هم دارم میگم، بدبخت بیشتر هر زرد جورش بگیم سواس برگردید، برگردید چهار سوا زندگی کنید. شما در طول تمام وقت چهار سوا زندگی نمی کنید، همش تو آینده هستید، حالا دست میدید یا تو گذشته هستید. در نتیجه مردم ایران دنیا رو، مسئولین کشورهای مختلف رو در عمل انجام شده قرار دادند، مجبورن تمکین کنند، چون میدونن مردم ایران شاهزاده دوست دارن، اکثریت قریب اتفاق میان و سرویس میدن که دل مردم ایران به دست بیارن، چون میدونن مردم ایران هستن که دنیا رو آینده، دنیا رو خواهند ساخت، آینده رو خواهند ساخت، شک به قضیه ندارن، چون آمارا رو دارن، اونا که در رأس کار هستن دارن میگم. و شاهزاده شاهکار کردن، کسی 40 خورده سال عمرش گذاشته کم نیست، متین، پخته، جواب سنگین، جواب خوب و درست و به جا میدن. و حالا باید دل شاهزاده به دست بیارن، در راستای ادب شاهزاده حرکت بکنن. اونام که نمیتونن خودش نابود میشن، شک دیگه قصه نکنید، چون داره قدرت میاد این طرفی، آگاهی دادن به مردم دنیا و مردم ایران اینه. همین شعر از عطار بخونم، از خودم تعریف کنم، بذار آخر بخونم خدمت شما هستم. پس الان مردم کشورمون حکومتی ها چه کردن؟ در عمل انجام شده قرار دادند، چون میدان بیده خوب دارد، چون میدانند و میفهمند که اینها جایگاهشون این نیست، به جون هم افتادند دیگه. اصولگرا و فلان همه این دارن، بازی تموم شد، چون جایگاهشون این نیست، اینا قصب کرد اینجا رو، این پست مقام رو، به لرزه افتادنشون. تا الان که میومد فکر کردن اینجور، نه اینطور نیست، اینطور نیست، کسی دیگه کار شما رو میکردن که منافعشون رو ببرند، یک دوبار جلو شما میداختند بقیش رو میبردند. این مثال رو گفتم، یک بار دیگه میگم، یه آقای مسنی بالای 85 سال سن یه زن جوان رفت گرفت، پول داشت رفت گرفت، اونم قبول کرد. بعد از 3-4 ماه خوشحال اومد تو خیابون، بود گفت چی شده؟ گفت زنم حامله شده. بعد یه نفر داستانی تعریف کرد، گفت یک نویسنده یک میرفت خارج شب میشست و چیز میکرد، اینها مینوشت یا میخوند، یک بار یه شیر بهش حمله کرد تو جنگل. خب سلاحی نه، چیزی نداره، کار نمیتونه بکنه. بلند شد، شیره که آمد با کتاب زد تو سر شیره، شیره درجه افتاد و مرد. شیره درجا افتاد و مرد.
آقا خیلی خوشحال شد، عجب ضربه کتابی است، عجب کاری کرده. داشت میرفت طرف شهر به مردم بگه، دید شکارچی داره اونور لوله تفنگشو پاک میکنه. شما شکار کسی که لوله تفنگ پاک میکنه، شما شکلی اول نیستید، اصلا شکلی نرفتان نیستید. همه تو متزرزی و همه تو بعده خواهم که مردم ایران حکام دنیا رو در اول همشه قرار دادن، مجبورن که شما رو بل کنن بچستن به آینده خودشون، مجبورن، مردمشون مجبورشون میکنن. الان زنهای دنیا همه دیگه به عظمت زنهای ایران، به توان زنهای ایران پی بردند. پس من بدونم که کلیپ هم زیاد دیده نمیشه، اشکال نداره، من باید این رو بگم بمونه که الان حکام دنیا همه تقریب وضعیت دادند. مکرون شما قفش ببینید، بایدن قفش ببینید، این تقریب وضعیت شکلی حرف هست که بیاد رئیس جمهور بشه، رئیس جمهور دورانی رو بگذرونه، توانمند باشه، ارزه داشته باشه، به تو سفت بایسته. اینا نه، همون ترامپ این دیوان است، یک دیوان تمام. اینا رو گذاشتن سر این کار که کار خودشون رو بکنند. خب پس آگاهی دادن به یک مریض سرطانی، به یک آدم سرطانی بلافاصله در آن واحد ها، بعد از سه دوره، بعد از 120 روز، سه دوره 40-45 روز، الان 135 روز، چون سلول های بدن 40-45 روز عمر میکنن. وقتی که 40-45 عمر کردن، سه دوره که بگذرد پاکسازی میشه، یعنی دیگه 97-8% سلول سالم میان سر کار، با قدرت هم میان سر کار. پدر سوخته چی کار میکرد؟ داره اذیت میکرد ما رو. تا چی کردید؟ اون سرطان تضعیف میشه، این سلول قوی شد، سر اون سلول ضعیف میشه، اون تغییر وضعیت میره اونجا که باید بره، به اصل اصافه میبارد میشه، میره به کارش. خب یه جمله میخوام بخورم، مال چیز هست، مال آقای عطار هست. البته من میخوام بگم، خواسته گفته باشم چیزی. بعدتا رو شروع گفتن که تو چقدر حرف بد، چقدر چیزی بلدی. یه نگاهی کرد گفت زبس معنا که دارم در زمیرم، زبس معنا که دارم در زمیرم، خدا داند که در گفتن اسیرم. امیدوارم که تا اونجا که توانش هست در خدمت شما باشم، چون واقعا بهتون افتخار میکنم. تاریخ وقتی میخونید، کلیپ درخت رو پخش کردم، سرما زد، گلاش ریخت، دوباره پرگلتر از قبل شد. حالا از جوانهایی که این درخت رو هرس کردن، همون سر شاخه که هرس کردن بریدن، همونجا تو جوانه میزنه. عکسش میگیرم ازتون میفرستم، فیلمش رو میفرستم. چرا؟ چون ریشه داره، عمیقه. حالا بعضی ها مثلا چند داره کشور ایران ریشه هایی که ریشه هایی در مردم ایران در کشور داره، 1,648,000 کیلومتری وسعت داره. چوه رفته اونجا، شاید در مثلا درخت رو خوش کنن، ریشهش کم باشه و 7-8 درمت باشه خوش بشه، ولی اینا نمیشه، هر کاری بکنه نمیتونند. و این یعنی تلاش مذبوحانه کردن، مردم برمیگردن خودشو پیدا میکردن، برای به اصل خودشون، برای شکلی نیست. خستتون کردم، خودم میدونم، ولی خب اینها رو باید بگم. وظیفه‌مه، کار زیادم نمی کنم. ایام بخوام زیادم خوش.